اعمال ماه محرم از شب و روز اول تا دهم. برترین و پرفضیلت‌ترین اعمال ماه محرم اعمالی است خاص دهه اول ماه محرم که از شب اول این ماه آغاز شده و تا شب عاشورا در قالب ادعیه و نمازهای مستحبی مخصوص این ماه تعیین گردیده است. اعمال ماه محرم از شب و روز اول ماه محرم تا روز دهم یعنی روز عاشورا در کتاب مفاتیح الجنان به دو بخش اعمال خاص و اعمال روزها تقسیم می شود که در این ویدیو برای شما شرح می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید. از حضرت امام رضا علیه السلام روایت است که چون ماه محرم داخل می شد پدرم را کسی خندان نمی دید و اندوه و حزن پیوسته بر او غالب بود تا روز دهم و چون روز عاشورا می شد آن روز روز مصیبت و حزن و گریه او بود و می فرمودند امروز روزی است که حسین علیه السلام شهید شده است. اعمال شب و روز اول ماه محرم. 1. دعای اول ماه محرم. یکی از اعمال مهم دعای اول ماه است و به جهت اینکه اول این ماه اول سال بوده و از طرف دیگر دعاهای قبل از وقت نیز تأثیر خاصی در برآورده شدن حاجات و رسیدن به امور مهم دارد، این دعا تأثیر زیادی در سلامتی و دوری از آفات دینی و دنیایی آن سال و بهبودی حال و به دست آوردن نیکی ها دارد. و دعایی که برای اول ماه در کتاب اقبال روایت شده دعای بسیار مفید برای مطالب مذکور می باشد. 2. شب اول محرم. بعضی نمازها در این شب وارد شده است. از جمله 2 رکعت نمازی که شامل حمد و 11 بار قل هو الله احد است. بعد از آن دعایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از این نماز خوانده است و در کتاب اقبال نقل شده است و همچنین گفته شده است فردای آن روز را روزه بگیرید. در روایت آمده است کسی که چنین عملی را انجام دهد مانند کسی است که به مدت 1 سال کارهای خوب انجام داده و تا سال آینده محفوظ خواهد بود. اعمال شب روز اول ماه محرم. سید در کتاب اقبال برای این شب چند نماز ذکر فرموده است. اول 100 رکعت نماز در هر رکعت حمد و توحید خوانده شود. دوم 2 رکعت در رکعت اول حمد و انعام و در دوم حمد و یاسین. سوم 2 رکعت در هر رکعت حمد و 11 بار قل هو الله احد. در روایت است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم که هر کس در این شب این 2 رکعت نماز را به جای آورد و صبحش را که اول سال است روزه بدارد مثل کسی است که تمام سال را مداومت به خیر کرده و در آن سال محفوظ باشد و اگر بمیرد به بهشت برود. و نیز سید برای هلال این ماه دعای مبسوط ذکر فرموده و نیز گفته شده اگر ممکن است احیا شود این شب اول محرم اول سال است و در آن 2 عمل وارد است. اول روزه است و در روایت ریان ابن شبیب از حضرت امام رضا علیه السلام مرواست که هر کس در این روز روزه بدارد و خدا را بخواند خداوند دعای او را مستجاب کند چنان که دعای زکریا را مستجاب نمود. ذکر، نماز و اعمال ماه محرم در شب و روز اول محرم. شیخ طوسی فرموده مستحب است روزه دهه اول محرم ولیکن روز عاشورا امساک نمایید از طعام و شراب تا بعد از عصر، آن وقت به قدر کمی تربت تناول نمایید. و همچنین سید روایت کرده فضیلت روزه تمام ماه را و آنکه روزه او نگه می دارد صائم آن را از هر گناهی. اعمال ماه محرم در دهه اول. اعمال ماه محرم در روز سوم. روز سوم روزی است که حضرت یوسف علیه السلام از زندان بیرون شده. هر کس آن روز را روزه بدارد
آسان فرماید حق تعالی بر او کارهای مشکل را و برطرف کند از او اندوه را. و در روایت نبوی صلی الله علیه و آله و سلم است که دعایش مستجاب شود. اعمال روز تاسوعا ماه محرم. روز نهم روز تاسوعا است. از حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمودند تاسوعا روزی بود که امام حسین علیه السلام و اصحابش را در کربلا محاصره کردند و سپاه شام بر قتال آن حضرت اجتماع کردند و ابن مرجانه و عمر ابن سعد خوشحال شدند به سبب کثرت سپاه و بسیاری لشکر که برای آنها جمع شده بود و امام حسین علیه السلام و اصحابش را ضعیف شمردند و یقین کردند که یاوری از برای آن حضرت نخواهد آمد و اهل عراق او را مدد نخواهند نمود. پس فرمود پدرم فدای آن ضعیف غریب. چهارم، روایت شده مستحب است تمام ماه روزه گرفته شود و در مورد روزه روز تاسوعا و عاشورا روایت مخصوص داریم، اما احتیاط این است که روز عاشورا روزه گرفته نشود ولی از خوردن و آشامیدن تا عصر خودداری شود و آنگاه چیز خورده شود یا آشامیده شود، به جهت این که امام حسین علیه السلام و یاران حضرت در عصر از غصه های این دنیای پست رهایی یافتند و در هنگام عصر سعادتمند شده و به مطلوب خود که عبارت بود از دیدار خداوند بزرگ رسیدند. دیگر اعمال مخصوص ماه محرم در دو روز اول. در دیگر اعمال شب و روز عاشورا از قبیل نمازها و دعاهای آن غیر از زیارتها و نمازهای آن مشکلات وجود دارد و ممکن است این اعمال ساخته مخالفین شیعه باشد، موارد مثل استحباب سرمه کشیدن و غیر آن، و حتی اگر از معصومین علیهم السلام نیز روایت شده باشد باز هم انجام مراسم عزاداری و صلوات فرستادن بر امام علیه السلام و اصحاب او و لعنت نمودن کشندگان آنها بهتر از انجام چیزهایی است که در آن روایات وارد شده است. همچنین از چیزهایی که عقل آنها را همراه با زیارت آن حضرت علیه السلام لازم می داند، زیارت اهل بیت و یاران شهید اوست، بخصوص با زیارت هایی که وارد شده است.